آره بچه های من، یادتون هست 7-8 سال پیش از این یه روزی تنگ غروب فیل اومد به شهر ما؟ یعنی کجا؟ یعنی شهر قصه ها. مردم شهر همه مشغول کاراشون بودن. فیل اومد تماشا کنه، افتاد و دندان شکست. همه مردم شهر دور فیل جمع شدن. اما افسوس، در این شهر قشنگ نه کلینیکی بود، نه دواخونه، نه بیمارستان. تا برن دندون فیل و سر جاش کار بذارن. مردم شهر که خیلی خوب بودن، ساده و مهربون بودن، دلشون خیلی سوخت. اون یکی دندون فیلم کندن، کار گذاشتن رو سرش. بعد خرطومشم از بیخ بریدن. به حساب خواستن فیله رو خوشگلش کنن. خیلی از لطف شما ممنونم. میدونم. بنده از این همه لطف راستی راستی که خجالت میکشم. اصلا حرفشو نزن، این چیزا تو شهر ما معمولیه. شهر ما یه شهر ایدئالیه. آره خیلی عالیه، مردمش مردم دار، همه خوب و مهربون، چشمشون در انتظار مهمون، همه پاک و بیریا، همه در صلح و صفا. ما تو این شهر قشنگ یه دونه ملا نداریم. دزد و جیببر نداریم. شاعر پفیوز و چلنبر نداریم. رم مال مفخور نداریم. حاجی نزولخور نداریم. خب داشت دیگه کاری نداریم. دیگه چیزی نمیخوای؟ خیر قربانشون. نکنه وقت تعارف بکنی؟ نه به جان سرکار. گل ختمی، گل کاسنی، پر زوفا، شیر خش بپیچم. نمیخوام، میل ندارم. ما بریم بلکه کاری بکنیم، دو قرون گیر بیاریم. خب موفق باشی. ما هم بریم دنبال کار خودمون. رفتی گوش کن چی میگم. اگه عشقت میکشید یا سری به ما بزن. میدونی آدرس چاکرت کجا؟ بله قربون میدونم. یادتم رفت داداش، عیب نداره. اینجا از هر کی بپرسی کی خره، بهت میگه خر خودتی. خیلی رجا میکنه، ایشون هم خیلی غلط کرده بخواد خر باشه. آقا بس ببخشینا، بهتون بر نخوره. توی این شهر فقط یه خر هست که اونم چاکرته. گوش کردی داشتم؟ اگه یه وقت حوض کردی که با این دوتا شاخ چپقی، قلیونی، قاب عکسی چیزی درست کنی، صاف میاد پیش خودم. جون تو شاخهای نابی داری. آقا این آجه. آره معلومه، ما که گفتیم شاخ خوبی داریم. جنسش هم از آجه. آجش هم ای بد نیست، خب فقط قدری کج است. چطوره بدیم به خرات که صافش بکنه؟ میخوای این روش گل وته بندازم یا باهاش دست چپاق درست کنم؟ آقا معذرت میخوام، اگه جسارت نباشه بنده میخواستم از شما تمنا بکنم که اگه موافقین بذارین این دوتا شاخ همینجوری کج بمونه. بابا ای والله تو هم خیلی علاقی به خدا. خب پس جناب عالی فیلی. بله قربون فیلم، خیلی هم از ملاقات شما خوشبختم. این یارو چرم میگه، مثلا میخواد به ما برگ بزنه. یکی نیست بهش بگه بعد 40 سال گدایی ما دیگه شب جمعه یادمون هست داشت. نه آقا جان شما، بنده فیلم به خدا، من همون بدبختم که شماها خودتون دور هم جمع شدین، خیلی زحمت کشیدین، منو خجالت دادین، دندونامو کندین، کار گذاشتین رو سرم، بعدشم خورتوممو که به اون قشنگی بود مثل کالباس بریدی. اگه نه من بدبخت همون فیلم. فیل که شما فیل هستی. خب آقا ممکنه بفرمایین مدرک قباله‌ای سند مستندی همراهتونه که به ما نشون بده جناب عالی فیلی؟ نه جونم، من بدبخت بیدندون اومدم دیدن پسرمون، به حساب اومدم مهمونی. خب آدم وقتی میره مهمونی سند و شناسنامه نمیخواد، دیدن پسرمون قباله لازم نداره. نه برادر چی میگی؟ راست راستی دلت خوشه؟ توی این دور زمونه هر جا هر گوشه اگه آب یخ بخوای کوفت کنی، باز اول سند و معافی و عکس و سجل نشون بدی. آیان برن کنار. خب برادر حالا تعریف بکن چه شده است؟ عیال سرکار کجاست؟ کی میخوای صیغه طلاق جاری بکنم؟ چی شد؟ طلاق؟ خب معلومه،
من در این کار تخصص دارم، به خصوص طلاق سرکار که جای خود دارد. یک چنون سیغه پرسوز و گدازی بخونم که همین جا بشینی و های های گریه کنی. اخ نگو، بنده همین از ساعت داره گریه میگیره. باجی جان گریه نکن. خب حالا بفرمایید چه مدل طلاق لازم دارین؟ چی فرمودین؟ هیچی جانم، چرا دست پاچه شدی؟ خب آقا طلاق چندی مدل است؟ میخواین طلاق رجعی بدهید یا طلاق خلعی؟ نوع اول کمی خرج دارد، ولی البته دوامش خوب است، جنسش مرغوب است. واسه سرکار استثناءً 15% تخفیف میده. دست شما درد نکنه. نوع دوم که طلاق خلعی است خیلی خاصیت داره. واسه روده خوبه. بی سواد احمق، تو رو مگوانه تار. بگذاریم. نوع سوم که خودش 6 مدل است، خیلی خوب و خوشگل است. آخه من گوش بده حرف نزن. آخ آقا از طلاق نوع سوم چی بگم؟ نوع سوم دیگه محشر میکند. قربان نوع سومه. نوع سوم سه طلاق است آقا، که دیگه بی محلل نمیشد کاری کرد. آخه نگو، جگرم میسوزم. نوع سوم خوبم. نوع سوم عالی. آقا جان توی این شهر قشنگ بهتر از بنده محلل دیگه پیدا نمیشد. گوش کن چی بد میگم. شما هر ثانیه هر دقیقه یک محلل خوب را بخوای، یه خبر به من بده، دیگه کارت نباشه. برای گمشو بی سواد خرس محلل نمیشد. آقا جون بنده اصلا نه عیالی دارم که بخوام طلاق بدم، نه اصولا اگه زن داشته باشم طلاق میدم که بخوام براش محلل بگیرم. عجبا عجبا، حیرتا حیرتا. خود من محلل شبان روزی هستم با جواز رسمی شماره 820. همه جور سفارشات در تمام ساعات، همه در اسرع وقت، طبق آخرین متد توسط خبره ترین محللا قبول میشه. راست میگه جون شما. خود بنده یه عیالی داشتم مثل یه دسته گل که همین آقا واسم عقدش کرد، بعدشم انقدر زیر پام نشست تا طلاقش دادم. دو سه روز بعد اومد واسطه شد که منو عیالمو آشتی بده. انقدر گفت که ما خام شدیم. این آقام فل مجلس سیغه عقدمونو جاری کرد. من بدبخت دوباره شوهر زنم شدم. سرتو درد نیارم. تا حالا 30 ایشون واسه من زنمو عقد کرده دوباره طلاق داده. بله یادم هست. بنده یک دوره استاج میدیدم. یک کسی لازم بود تا خود من عملاً مباحث علمی را روش تمرین بکنم. فکر کردم که تو این دور و زمانه چه کسی ممکنه زن بگیره. دیدم از خر بهتر شوهر پیدا نمیشه. یعنی خب وقتی آدم خر نباشد دیگه شوهر نمیشه. چطاشا نفهمیدم. پس یعنی میفرماییم بنده زنم برای سرکار شدم لابراتوار؟ بگیرم همچی به کوبم تو مخش. نه آقا ببخشینش، ولش کنید. صلوات برفرستید. لا اله الا الله. خب حالا گوشاتونو واز کنین. هر کسی مریض داره، هر کسی قرض داره، هر کسی یک گرهی تو کارشه، هر کسی دلش میخواد قبر جدم رو زیارت بکنه، یه دقیقه ساکت و آروم بشینه، دل بده گوش کنه. ای با دل کجا بود؟ ما دیگه دل نداریم که به سرکار بدیم. از همون روزی که خاله سوسکه با مینی جوب خودش پا تو این شهر گذاشت، دیگه یک دل توی این دیار پیدا نمیشه. این که اینجا میبینی شیرینه، داره توی چشم بازی میکنه. اخ چه نازی میکنه. آبتنی کردن شیرین چه قذر شیرینه. اون که اونور میبینی فرهاده که دلش خونینه. عشق فرهاد به شیرین آقا خیلی نقل داره. خب آمرشد حالا تعریف بکن اون کی اونجا نشسته روی اسب مثل آرتیستای فیل داره از بالای کو قاچاقی دختره رو دید میزنه. اون که اونجا یه وری یله داده روی اسب داره شیرین تماشا میکنه. آره مرشد خودشه، همون جوون رعنا که داره خیار چنبر میخوره. بچه مرشد چی میگی؟ خیار چنبر کجا بود؟ پس آمرشد تو بگو
اون چیه یارو داره گاز میزنه؟ اسم اون چیزی که این شخص گذاشته به لبش چپاقه؟ نه لبکه، نه جون من، انگشته. بابا ولکن مرشد، مگه انگشت آدم خوراکیه که یارو این بلال داره گازش میزنه؟ ای بابا بچه مرشد ندیدم اینقدر کودن باشه. اون که این جوون زیبا به لبش برده آقا انگشته. ده آمرشد مگه دیوونه شده؟ آخه انگشت مال کار دیگه است، نه برای خوردن. آقا جون برات کاویت بکنم، این جوون رعنا با چنین خال سیاه، با چنین ابروی پیوسته و بازوی کلفت، داره انگشت به دندون میگزه. بچه مرشد تو بگو اون چه انگشتی که آدم به دندون میگزه؟ خب جناب مرشد این دیگه معلومه، اون انگشت حیرته. شیر مادرت حلالت باشه، این که این شخص به دندون میگزه انگشت حیرته. بچه مرشد بگو حیرت از چی؟ حیرت از چی مرشد؟ حیرت از خوشگلی این دختر که به این شیری نیست. حرکاتش شیرین، سکناتش شیرین، لب لعلش شیرین، سخنانش شیرین. اسم این جوون رعنا و خسرو، اسم اون دختر زیبا و شیرین. آخ چقدر شیرینه، عین یک دست گل نسرینه. چطور منم برم لخت بشم با هوای آبتنی، برم جلو با ندیمش سر حرف وا کنم، بعد بپرسم خانومش میل داره سیغه بشه؟ خدایا برسون اگه شد بسات من رنگینه. چی میگی احمق جان؟ مگی از جان خودت سیر شده؟ مبادا بری جلو، خسرو از بالای کو میبینه. نه بابا جان شما خیلیم غیرتیه، از سپیلش پیداست، مشتشم سنگینه. نگاه کن بازو چه پولا بوده، نگاه کن چشم چه شاهینه، تماشا کن توی مشتش چی چیه، خنجر زرینه، ترک اسبش چی چیه، شمشیره، زوبینه. بعد خدمت میرسم. کجا میری؟ کابینه. اون که اون ور میبینی فرهاده، اون که از فرق سرش تانو که پاش خونینه. فهمیدم خیلی حواست جمعه. آره جونم خودشه، اون یارو فرهاد عاشق شیرینه. خب بفرما مرشد، کی با اون تیشه به مغزش کوبیده؟ دست خودش. چی میگی جناب مرشد؟ آخه دست با رفیق آدم فرق داره، رفقا معمولا خنجر از پشت به آدم میزنن، دست آدم که دیگه دشمن آدم نمیشه. ای بابا دل و چشم و دست ما دشمن مان، اگه نه خنجر دوست که تو تاریکی به پشتت میشینه سنتی دیرینه.